داستان‌های فارسی شنل آرزوها. این شنل جادویی رو به اولین کسی که غمگین و بدبخت می‌بینی بده. بنابراین پری در سراسر جهان پرواز کرد و ناگهان در خارج از شهر نولند با فلاف ملاقات کرد. چرا گریه می‌کنی؟ دلم برای پدر و مادرم تنگ شده که دیگه اینجا نیستم. من نمیتونم پدر و مادرتو برگردونم، اما میتونم اینو بهت بدم. این یه شنل جادوییه. یه دونه از آرزوهای کسی که بپوشدش رو برآورده میکنه. اگه شنل رو با اختیار به کسی بدی یا اگه کسی به طور تصادفی اونو قرض بگیره، شنل برای هر کدومشون یه آرزو رو برآورده میکنه. میتونم الان آرزومو برآورده کنم؟ آره، اما عاقل باش. ممنونم. آرزو میکنم هر اتفاقی که تو زندگیم بیفته، من مثل همیشه شاد و عاقل بمونم. این واقعا یه آرزوی شگفت انگیزه. من بهت افتخار میکنم. فلاف احساس خوشحالی کرد. برای چی اینقدر خوشحالی؟ زود باش، وگرنه هرگز به نولند نمیرسی. هی، چت شده؟ اون دیگه چیه؟ یه پری این شنل جادویی رو به هم داده. فلاف همه چیزو در مورد شنل به برادرش گفت. چند ساعت بعد به شهر نولند رسیدن. توی یک خط باشید لطفاً، این خیلی مهمه. 20 21 22. میذاری از شنل استفاده کنم؟ معلومه، اما حواست باشه چی میخوای. 39 40 41. توی یک صف لطفاً. 45 46 47 47 47. چه خبر اینجا؟ اعلی حضرت، درود بر پادشاه جدید نولند. درود بر پادشاه جدید نولند. لطفاً سوار کالسکه بشید اعلی حضرت. و این خانم کی هستن؟ اون خواهر من فلافه. به نولند خوش آمدید پرنسس فلاف. درود بر پرنسس فلاف. درود بر پرنسس فلاف. در قصر مشاوران مشکلات رو برای اونها توضیح دادن. اعلی حضرت، من فرمانده شما تالیدوب هستم. ایشون خزانه‌دار سلطنتی تالیدوب و اون هم مجری قانون تالیدوب هستن. پادشاه پیر ما بدون وارث از دنیا رفت. طبق قانون 47مین نفری که در روز سوم پس از مرگ پادشاه وارد نولند میشه و مهمم نیست که کی باشه، باید پادشاه بشه و وظایف پادشاه رو انجام بده. شما 47مین نفری بودید که وارد دروازه نولند شدی. من نمیتونم پادشاه باشم. خواهرم فلاف از من عاقل‌تره. اونو ملکه کنید. اون 46مین نفری بود که وارد شد و شما 47مین نفر بودید. نمیتونیم قانون شکنی کنیم. ولی خوبه که پادشاه باشی و به آدمای اطراف دستور بدی. اما وظایف پادشاه، این خیلی زیاد به نظر میاد. اونو به عنوان پرداخت در نظر بگیر. یعنی چی؟ یادت هست پدر چی میگفت؟ هیچ چیز خوبی بدون هزینه نیست. تو میخوای پادشاه بشی، پس باید با انجام وظایف پادشاهی هزینه‌ش رو بدی. قول میدی کمکم کنی؟ معلومه که کمکت میکنم. و اون عمه بدجنسمون چطور؟ بفرستیمش زندان؟ باید. شاید اون سختگیر و گاهی بدجنس باشه، اما وقتی بهش نیاز داشتیم از همون مراقبت کرد. حالا که زندگی خوبی داریم، حقشه که کنارمون باشه. باشه. به این صورت باد و فلاف یاد گرفتن که چطور به قلم رو حکومت کنن و البته اونا تمام اسباب بازی ها و بازی هایی رو که میخواستن در اختیار داشتن. بنابراین کاملا شنل جادوییشون رو فراموش کردن. یک روز فلاف، میخوام برم بیرون و شنل مناسبیم ندارم که بپوشم. میشه یکی از لباساتو به من قرض بدی؟
حتما، هر کدومی که دوست داری بردار. آه. البته عمه ریوت نمیدونست که شنل جادویی رو پوشیده. اون به بازاری رفت که واقعا شلوغ بود. اوه چه جمعیتی، کاش میتونستم فقط بالای سر همشون پرواز کنم. کمک، کمک. من دارم پرواز میکنم، من دارم پرواز میکنم. خبر پرواز عمه به باد و فلاف رسید. اوه، من اتفاقی شنل جادوییمو بهش قرض دادم. عمه ریوت، شما خوبی؟ آه، حالم خوبه. من عاشق شدم، میتونم پرواز کنم. یوهوهو. مشاور، شما به حضور پادشاه و شاهزاده خانوم میری؟ بله بانوی من. پس میشه اینو به فلاف بدین و ازش تشکر کنی؟ بله. جیکی، تو میدونی پادشاه و پرنسس کجا هستن؟ فکر کنم تو باغ بودن قربان. متشکرم. اونا اینجا نیستن. او، چه سیب زیبایی. کاش میتونستم دستمو دراز کنم و هرچی دوست دارم و بگیرم. چی؟ بایستا، چقدر میدونی؟ منظورت چیه؟ کاش مثل یه انسان حرف میزدی، اون وقت میفهمیدم چی میگی. من برای تو میدونم، تو به ورزش نیاز داری نه من. تو الان حرف زدم. آره. من خستم. همه با قبض و صورت حساب و یه عالم پرداختی میان سراغ من. دیگه پولی تو این کیف باقی نمونده. آخ، کاش خزانه سلطنتی بدون توجه به اینکه چقدر پول ازش خرج میشه همیشه پر میمونه. چی؟ نمیتونی منو بگیری فلاف. بایستا ببینم، این شنل جادویی منه. عمه ریوت اینجا ولش کرده. چقدر بیخیال. این شنل رو توی کشای نقره‌ای میذارم و کلیدش هم دور گردنم میندازم. تحت فرمان روایی پرنسس فلاف و پادشاه باد و با کمک درباریان وفادار و خزانه‌ای که حالا حسابی پر شده بود، مردم نولند میتونستن مشاغل جدیدی ایجاد کنن و کالاهای خودشونو به دور دست‌ها صادر کنن و به زودی همه خوشحال و ثروتمند شدن. خبر پادشاه و پرنسس غیرعادی به همراه شنل جادوییشون به ملکه زیکسی قلمرو ایکس رسید. اون شنل جادویی رو میخواست. برای همین به سرزمین نولند حمله کرد. جنگ برای نولند آسون بود چون من آرزو میکنم که تک تک فرماندهان ارتش زیکسی رو بگیرم و به زندان بفرستم. چی؟ جادو؟ سگ کوچولوی من میتونه بره اونجا و وحشت به جونشون بندازه. شما میبازید. کی اون حرف زد؟ برو وگرنه شیاطین شنل جادویی بهتون حمله میکنه. شیاطین شنل جادویی به ما حمله میکنه. فرار کنید. متاسفانه ملک زیکسی به پادشاهی خودش برگشت. چرا هر دوتون گریه میکنی؟
بده، چون من اون آشیونه رو میخوام. چرا اون آشیونه رو میخوای؟ چون ندارمش. و تو؟ من اون مروارید رو میخوام. چرا؟ چون ندارمش. هر دوتون احمق نیستین؟ نه، ما تنها کسایی نیستیم که چیزی و فقط به این دلیل که شخص دیگه اونو داره میخوای. من در مورد ملکه شنیدم که به جنگ رفته تا چیزی که بهش نیاز نداره رو به دست میاره، فقط به این دلیل که اونو نداره. ملکه زیکسی متوجه شد که چقدر احمق بوده. اون به سرزمین خودش برگشت و مثل گذشته عاقلانه و عادلانه حکومت کرد. اما پادشاه باد و پرنسس فلاف قرار بود با بزرگترین مشکلشون روبرو بشن. یه روز اونو میبینی؟ یه سرزمین بزرگ. بیا بریم اونجا و فتحش کنیم. یاغیان غلطان تمام مسیر رو به سمت پایین کوه غلطیدن و مستقیماً به پادشاهی نولند رسیدن. اونها غول پیکر و بی ادب بودن. توی نولند همه رو اسیر و مغازه ها و خونه ها رو غارت کردن. نمیشه باهاشون مبارزه کرد، نمیشه دستگیرشون کرد. شنل جادویی. آره. اوه، فرار کن. ما نمیتونیم شنلو برداریم. من میتونم با شما از اونجا پرواز کنم. ما نمیتونیم مردم تو بحران رها کنیم. اما اگه ما گیر بیافتیم مردم دیگه شانسی ندارن. بیا دیگه. کسی هست که بتونیم ازش کمک بخوایم؟ چطور از ملک زیکسی قلمرو ایکس بخوایم؟ عمه ریوت اونها رو مستقیم به داخل کاخ ایکس برد، جایی که با ملکه ملاقات کردن. متاسفیم که شما رو شکست دادیم. تقصیر من بود که شنل جدوی شما رو میخواستم. اوه، چون شما مجبور به جنگ با ما نبودید، با کمال میل اونو به شما قرض میدادم. عالی حضرت، متشکرم. چقدر من دیوونه و احمق بودم. این مجون به آشپزتون توی نولند بدید و بگید 3 روز دیگه توی سوپ یاقیان غلطان بریزه. حتما. عمه ریوت به سمت نولند پرواز کرد و همونطور که گفته شد عمل کرد. 3 روز بعد وقتی اون یاقی ها مجون داخل سوپ خوردن، خیلی زود به خوابی 10 ساعته فرو رفتن. در همین زمان ملک زیکسی، باد، فلافی و ارتش قلمروی ایکس یاغیان غلطان رو توی رودخونه انداختن. اونا به خاطر بدنه لاستیکیشون غرق نمیشن. رودخونه اونا رو به جزیره دور میبره که اونجا نمیتونن به کسی صدمه بزنن. میخواین یه آرزو کنید ملک زیکسی؟ ما همیشه چیزی رو میخواییم که دیگران دارن، اما ما نداریمشون. این باعث میشه خودمون و دیگران تو درد سر بندازیم. احمقانه است. بنابراین نه، من آرزویی ندارم. و تو باد، هنوز آرزو نکردی؟ ما هر چیزی که میخواییم و داریم فلاف، اما من میخوام هیچ وقت احمق نباشم. آرزو میکنم که من و فلاف همیشه با عدالت و خرد حکومت کنیم. هورا! و خلاصه اینطوری شد. هیچ کس دیگه هرگز از شنل جادویی استفاده نکرد. همه عاقل بودن و بنابراین همه خوشحال بودن. اگه تنها چیزی که ما میخواستیم خرد بود، بسیاری از مشکلات در این دنیا تموم میشد. اینطور نیست؟